سلام بر بهترین، مهربانترین، فداکارترین و با گذشت‌ترین همسر من در طول تاریخ. بله، درست شنیدید. به گوشاتون شک نکنید. گفتم در طول تاریخ زندگی، یعنی اگر من 100 بار دیگه هم ازدواج کنم، هیچ کدومشون، اصلا همشون رو هم دیگه، یک دهم تو هم برام عزیز نخواهند بود. دیگه حرف دلم رو زدم دیگه. این شما و این هم یک هدیه ارزش من. ببخشی، اصل کاریش از یه چیز دیگه قرار بود آماده کنم برای مقدمه. ببخشی، من امروز سرمم شلوغ بود، نرسیدم خیلی وقت بذارم. ببین که حافظ شیراز در وصف شما چی گفته. الا ای پیر فرزانه، دقت فرمودین؟ الا ای پیر فرزانه، مکن من امز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکندم. این داستان داری برای تعریف میکنم؟ نه این باشه برای بعد. من پیرم؟ یاره؟ ارزانه، کی گفته تو پیری؟ تو خیلی جوونی. پس این شعر چیه واسه من پیدا کردی؟ هی پیر فرزانه، پیر فرزانه، اون از کار صبحت، اینم از منت کشیدن الانت. فرزانه تو که میدونی دارم منت میکشم، راه بیا دیگه. بابا من شعر رو من نگفتم که، قول دادم حافظ گفته، شاعر مورد علاقه خودت. اصلا من خودم با این تیکش مخالفم، بعد یه چیز دیگه میگم اصلا ای شادرو فرزان، بعد اصلا یه چیزی، خب این شعر اصلا مرا 700-800 سال پیشه. اون موقع دخترها 12-13 سالگی ازدواج میکردن، بعد به سن الانت که میرسیدن دیگه پیر محسوب میشد. میشه تمومش کنی سعید؟ تمومش کن خواهش میکنم. آره به نظر منم تمومش کنیم بهتره. بو میده لباست، بو میده، بو نوعیه، بو نوعیه، این بوی دوده سعید. دود. همون این شعر میخانه و فرزانه و اینا هم برای همین بوده. برای چی؟ برای دود؟ برای اینکه به من بگی تو پیری و من جوونم و میخوام با دوستان برم پی جوونیم و دود و دم و باشه سعید. من هم نکن به میخانه، مانه نمیشم. چه عجیب غریب میگی تو. وای سعید، من فکر نمیکردم تو شبیه بعضی از اون مردایی باشه که تا پول میاد تو جیبشون میرن. نمیگم دیگه بقیه. فرزانه من آه ندارم با نالم، از رضا دستی پول میگیرم، پولم کجا بود؟ فرزانه تو این رو از کجای ذهنت در میاری؟ فرزانه بگو سعید. بیا این کادو رو باز کن، خوشحال چی؟ این بخوره تو سر من، بخوره تو سر من، که من خبر ندارم تو جیب شوهرم چی به سره. تو جیب من هیچی نیست. نه به من میگه پول ندارم، ولی پول داره. نداره، خاک تو سر نداره. اینم که بعض ریخت و قیافشه. با دوستشم که میخواد داره دنبال دود و دست. سعید من اینا رو باید دارم از دایی بشنوم. از دایی دیگه کجا؟ فرزانه ای بابا سلام دایی. علیکه سلام، اومدی خفتگیری؟ دایی، نه اینا داستان داره، براتون تعریف میکنم. راستی دایی یه چیزی میخواستم بگم، اون قضیه پوله بود. خدا خیرت بده سعید، ببین باور کن اصلا فکر نمیکردم آبی ازت گرم بشه. ما رو روسفید کردی به کنار، انقدر آقا منوچهر خوشحال شد که نگو. دایی بیا تو، بیا. نه اگه میشه همینجا چیزی بگم. بگو چی شده. دایی من راستش اون ماجرا رو همینجوری الکی گفتم. کدوم ماجرا؟ اما ماجرای پوله دیگه، من واقعا پول ندارم دایی. منو مسخره کرده سعید؟ نه دایی من غلط بکنم، من راستش یه جایی بودم نمیتونستم بگم پول ندارم، خیلی زاغارت میشد. چی میشد؟ زاغارت، مجبور بودم بلوف بزنم دیگه. به خدا شرایط یه جوری بود اصلا نمیتونستم.
فرزانه، اینم از دایی، اونم از اون مرتک. آخه دکتر جاهد الان وقت سفر رفتن بود، تو الان باید اینجا باشی مرد حساب. ای خدا، ای خدا به داد ما برست. آقا شما مال این ساختمونین؟ بله مال همین ساختمونه. ببخشید کدوم واحدین؟ آقای رشیدی سلام. سلام آقای دکتر، خودتونین؟ نه پا کیه، منم دیگه. ای وای ای وای، عجب زمانه شده دکتر. آقای دکتر میدونی چیه؟ دیگه علم جایگاه خودشو از دست داده. کار خوبو گالیله کرد. چی کار کرد؟ همجوری یه چیزی گفت فلکی، ولش کردم بره پی زندگیش. آقای رشیدی این لباس داستان داره، من الان حوصله ندارم، وقتش هم ندارم براش. بله که داستان داره. داستانش میدونی چیه؟ وقتی دانشمند هسته مملکت سرش تو آشغالا باشه برای یه لقمه. آقا رشیدی، آقا رشیدی بس، من سر اون قضیه اون شما واسه تعریف کردم، اون تموم شد رفت، این سوء تفاهم بود. شما میگم این چی، هر چی شما بگی من 20 بار توضیح دادم دیگه. کلیده؟ آره دیگه کلیده دیگه. چیه؟ کار ندارین؟ من از اولش هم کار نداشتم با تو. آشغال هم ندارین؟ برو آقا رشیدی برو. اکرم جو. سلام فرزانه جو، خوبی؟ ممنون، شما خوبین؟ دایی جا خوبن؟ سعید آقا اونجاست؟ نه رفته بیرون. خب پس والا چند دقیقه پیش اومده بود اینجا با داییش حرف میزد. لوس چه سری اومده چغلی منو پیش داییش کرده؟ نه بابا، دم در حرف زدم. بعدش حمید خیلی ناراحت بود. هر چی بهش گفتم آخه چی شده؟ نمیگفت اصلا هیچی. تا اینکه گفت مثل اینکه سعید آقا گفته من نمیتونم اون پولو بدم و دستم خالیه و الکی گفتم و جایی بودم و نمیتونستم راستشو بگم و اینجور چیزا. گفتم حالا بیام از تو بپرسم ببینم میدونی اصلا ماجرا چیه؟ نه والا اکرم جون، تو رو به خدا فکر نکن یه وقت من بهش گفتم بهتون پول نده ها. من فقط اومد خونه یکم تحویلش نگرفتم، بعدش هم که با ناراحتی رفت. نمیدونم والا از کارهای این دایی خواهرزاده سر در نمیارم. حالا اگه چیزی فهمیدی به من بگو. باشه، این حمید که از ناراحتی داره سکته میکنه، سکته نکنه خوبه. خدا نکنه. چشم. باش. خدا نگهدار. چشم. حتما. خبری شد به من بگو. خدا نگهدار. سعید، سعید، تو داری چی کار میکنی با خودت؟ تو چی جوری پول این هدیه رو جور کردی؟ سلام آقای رشید. سلام علیکم. بفرمایید. آبجی ببخشید، آقای دکتر هستن؟ نه خیر نیستن، رفتن بیرون. امری داریم بنده در خدمتم. اونجوری رفت. نه ببخشید، بعدن خدمت میرسم. سلامت باشید. خانم کاظمی؟ بله. ببخشید، شما هم جای خواهر ما هستن. یعنی خواهش میکنم، میخواستم به خود آقای دکتر بگم اون تا روم نشد. یعنی یه هیبتی هم داشت. آقا سعید یه هیبتی داشتن؟ آه داشت، گرخیدم. شما اگه میشه یه جوری بهش بگین که همچین با غرورش بر نخورن. با اجازتون. چه کمکی آقای رشیدی، چی شده؟ آها بازم نگفتم. نه خیر نگفتم. آبجی میدونین بالاخره حیف آقای دکتره. امروز که با اون لباسا دیدم شد اصلا تا حالم گرفته شد. بالاخره زندگی بالا و پایین داره، حیفه به خاطر دو قرون پول بیشتر بخوان برن سمت زورگیری و اینا. دانشمند پسته یه مملکت. خب با اجازتون. چی میگین شما آقای رشیدی؟ گفتم که آبجی بالاخره تو عالم همسادگی آبجی ما بعد میگفتم اینا رو. حالا اگه کمکی ازم برمیومد حتما بهم بگید. با اجازتون.
خدا نگهدار. خاطر خریدن اون. وای سین، من خودم نمیبخشم اگه به خاطر من رفته باشی تو کار خلاف. همسر عزیزم. سلام، خسته نباشید. خوبه؟ شما خسته نباشید. من دوش میگیرم میرم میخوام یه سایه. سعید جی آقا، میشه بشینیم کنار هم یه خورده خستگی در کنی چای بخوریم؟ فرزانه ول کن، من واقعا داغونم. سعید من چای ریختم آخه، بعد براتم یه شعر پیدا کردم در وصف خودت. بی بشید اینجا. بیا بفرمید، من الان چایی هم میارم. بفرمید. شعر پیدا کردی تلافی کنی دیگه. فرزان من می‌خواستم خوشحالت کنم و شعر رو خوندم. تلافی؟ من دیگه دارم الان رسماً و علناً از شما منت کشی می‌کنم دیگه، البته اگه قبول کنی. شعر، شاعر میگه که عید آمد و عید آمد، وان بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. اون وقت الان شما کجای شعر بودین؟ سعید دیگه. نه دیگه، اون که نکته انحرافیش بود، اون ماهی که پدید آمد. قبول کردی؟ قبول کردی، آشتی کردی. بله، منت کشی شما رو قبول کردی، ولی یادت باشه شما منت کشی منو با این سیبیل چخماقی قبول نکردی. یادت؟ نه، من بدون این سیبیل هم قبول میکردم و قبول کردم، فقط این که شما ببرین پس بده. پس بدم؟ تو زنگ نزدی گفتی من سرویس طلامو میخوام؟ نه خب من سعید جان، اون موقع من فکر کردم که تو پول داری، بعد به من نگفتی، بعد حرصم گرفت گفتم یه چیزی بگم که ببر پسش بده. اشتباه کردم من دیگه. حالا هم چیز مهمی هم نیست، چرا پسش بدیم؟ بذار بمون. نه اختیار داری، خیلی هم مهمه، دستت هم درد نکنه. تازه تو نمیدونی من اصلا با خودم چه فکرایی کردم. فکر کردم که تو رفتی که این لباسا رو پوشیدی، لباسای خلافکاری، بری خلاف کنی، برای من اینو بخری بیاری و اینا. بعد گفتم نه سعید اصلا از این کارا نمیکنه، از اهل خلاف نیست، امکان نداره که خلاف کنه. گفتم حتما رفتی قرض گرفتی دیگه. نه قرض که نگرفتم. ببین سعید جان، من اصلا راضی نیستم، خدا منو مرگ بده اگه از همسرم چیزی رو بخوام که در توانش نباشه. ببر پسش میزنی دور از جونه، چرا همیشه سلامت بشی؟ ولی اگه بازش میکردی خودت میدیدی که. خب بازش میکنم. نه باز نکردی دیگه. به نظرم اتفاقا بازش میکنم. تو مگه قرار نبود که بدون من نری خرید بکنی؟ ولی میخوام این دفعه ببینم که سلیقت چقدر عوض شده. دیدن داره. به زودی در این مکان یک سرویس طلا نصب می شود. همین؟ بله. با این اومده بودی منت کشی؟ بله. خسته نباشی. فرزان من شرمندم. من واقعا دستم خالی، واقعا دستم خالی. من فقط میخواستم تو بدونی حرفت برام مهمه، خواستت برام مهمه. دیگه روم نشد دست خالی هم برگردم گفتم که. ولی باور کن، قول میدم من این اون سرویس طلا که هیچی، بهتر از اون سرویس طلا رو که بابت پول پیش خونه دادی بسات میخرم. مطمئن باش فرزانه، قول میدم. نمیخواد. الان منت کشی تو پس گرفتی ها؟ یه منت کشی رو پس میگیرم.
نمیگیرن؟ خیلی باحال سعید خدا. ولی بهت بگم خیلی سلیقه‌ت خوب شد، اینا خیلی قشنگه. آخه رفتم به مغازه داره گفتم که ببین بهترین جعبه‌ای که داری رو میخوام برای عشقم میخوام ببرم. اوه بعد اون نگفت که چرا جعبه خالی میخری؟ اصلا من با این حیبت که دم در مغازه طلا فروشی اصلا در باز نمیکرد برم تو. ترسیده بود. جریان لباسه رو برام تعریف کن ببینم. جریان لباسه که سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. خوبین؟ سلام. بفرمایید. من میدونم. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. سلام. شام خوردیم. اوه پیتزا هم خوردن. ما گفتیم بیایم دوره هم بخوریم آخه. آره خوب کردی. سعیدم میتونه با دایش آشتی کنه. بفرمایید. بیاین. سلام دایی جان. سلام علیکم. سلام، خوش اومدین. دایی یعنی چی کار میکنی؟ گفت کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من. حمید آقا این جعبه ها رو گرفتن که بسته بندی کنن برای پیتزایی پولشو بگیرن بابت اون 50 میلیون شاید جبران بشه. دایی این چه کاریه؟ میدونی چند تا جعبه باید درست کنی تا 50 میلیون بشه؟ اولا به بعضی ها ربطی نداره، جسارت نشد. دومن گفت به راه بادیه رفتن بعد نشستن باطل. ما رو حرف یه ده حساب کردیم، فکر نمی کردیم حرفشون حرف باشه. اینی که مجبورم برای آبرو این کار انجام بدم. خب دایی جان می گفتید که اصلا پولش جور نشده، می گفتیم به منده خدا. مردم منتر من نیستن که، حرف زدم رو حرف ما حساب کردن، این شد جواب. حالا بگم به من ربطی نداره اون برای نگاه کنن؟ من؟ اون موقع هر کی پول میخواست میومد سراغ من، دوست و فامیل و آشنا. اما حالا خودم معتاد شدم، ای کاش خودم میتونستم این پول رو بدم. بمیرم من براتون اکرم جون. به خدا سعید خودش میدونه من همه یه طلاهامو فروختم واسه پول پیش خونه. ولی دایی جا من دارم ترجمه میکنم، پولشو بگیرم من میدم بهتون. دایی جون قربونت برم. کار تعطیل. بیا بریم دور هم کوفته درست کرد. یعنی فرزانه کوفته درست کرده. شام آوردی ما هم بخوریم از دلت در بیاد دیگه. باشه بریم. به قول خالقی خدا بیامرز شما جیب ما رو نزن، نمیخواد از دلم در بیاری. از دل در بیاری؟ از دل خانومت در بیار. معلومه چی از دستت میکشه که صبح با چشم اشکبار اومده و در خونه. دلت در بیارم. آره فرزانه، این تو از زندگی با من گریه میکنی؟ اینقدر زندگی با من سخته؟ نه من واقعا دستت درد نکنه. دستت درد نکنه. من واقعا دستت درد نکنه. دایی دلت در بیارم. مجبور بکن آدم این چیزی بگم، هی نمیخوام بگم. خوبه نمیگی. فهمیدین با زندگی این دوتا چکار کردی؟ خوب شد نگفتی. وقت نخوندی اومدم بهت اقتدا کردم جماعت بشه 2000 ثواب گیرت بیاد. السلام علیکم یا نبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای محترم وقتی که پیش نماز وای میستی نباید مسئله شخصیتون رو قاطی کنید. ناراحتی که ناراحتی، باید رکوع رو صبر میکردی. خانم محترم من که وای نستادم پیش نماز، من داشتم نماز خودم میخوندم، شما اومدی اقتدا کردی. خب اگه میخوای کسی بهت اقتدا نکنه برو بچسب به دیوار که پشت جا نباشه. چشم، من فردا دیگه میرم میچسبم به اون پشت که هیچکی نتونه بهم اقتدا کنه. حالا
حاج آقا استخاره هم میکنید؟ بله، برای شما بله. خب من یه استخاره داشتم. نیت کنید؟ نیت کردم. نیت کردم که اگر خوب در بیاد خوب باشه با همسرم بشینیم صحبت بکنیم ببینم تو این چند روزه که انقدر فشار روشه چه کمکی از من برمیاد چی کار میتونم بکنم که یعنی چی آخه توی یه روز ما دو سه بار با هم دیگه قهر و آشتی داشتیم. استخارتون خوب اومد فرزانه جانم. من امروز وقتی فهمیدم کیه داره چوب لچرخ این پروژه یون درمانی میذاره واقعا داغون شدم. آخه فرزانه جانم آخه چجوری میشه یه نفر به خودش اجازه بده به خاطر پول بیشتر سود بیشتر یه کار کنه یه پروژه که واسه درمان بچه های سرطانی عقب بیفته. فرزانه جانم سعید جان جانم خیلی خستم. خسته نباشی. تو خودت گفتی استخاره کنیم حرف بزنیم خوب اومد دیگه. پاشو پاشو نماز تو بخون نماز دوم تو بخون منم نمازامو بخونم بعد میشینیم تعریف کن بگو کجا رفتی کیو دیدی چی شده. پاشو پاشو که الان غذا میشه آقا. پاشو نماز دومم بود. خیلی نامردی سید. من که نمیدونستم تو میخوای بیای. خیلی نه نمیشینیم. یه بار دیگه میخونم از اول. نمیشی از اول بفرمایم. میخوام نمازام بخونم. پاشید تکبیر بگم. نه نه این مسخره بازی ها چیه؟ اینجا محل کسب و کاره. تا تقی به توقی بخوری تقی در اینجا رو تخته کنید؟ نه از این خبرها نیست. خب اون چی گفت؟ بعد دید نه من به یه جایی بسلم دیگه دو سه نموره دیگه برای شما دم روابط رو دید در اینجا رو با کرد. خب نفهمیدی چی بود قضیه؟ نه واقعا توضیح به من نداد. خب منم گفتم خب مهم اینه که در اینجا با بشه دیگه. خب اینجا بشه شکر خدا. خیر ایشالله. میگم رضا حالا تو که اینقدر روابط داری یه فکری به حال این وام و اینا بکن. برای دایی؟ بابا دایی یه کاری دست خودش میده نشسته بود داشت جعبه پیتزا سر هم میکرد. چقدر میخواییم؟ 50 میلیون داری؟ 50 تومن که... آه چقدر داری؟ راستش... این هر موقع میگه راستش یعنی هیچی نداره خالی خالیه. آقا هر چی پول میخواین از من میخواین. اصلا تعارف نکن. چقدر میخواین؟ 50 میلیون. 50 میلیون که دیگه ندارم. نه آقا یه لحظه تشریف بیارید شما. بیاین پول میخواد بده؟ این پول بده این چیز ازت نکنه پول نمیده بده. بیاین دیگه. خب آقا از این ظرف نفر یه کاغذ بردارین. هی وای باز چیه قضیه؟ مسخره بازی جدیده؟ نه دیگه آقا بعدنی شما. صبر کن. من برای اینکه ادارت رعایت بشه، خب هر کسی دستش رو ظرف می‌کنه بچرخونه یه کاغذ برداره. بابا بیا. سعید بگیر. نه اینجوری نه. هر کی برای خودش یه کاغذ برداره. نه بده بس سر جاش اینا رو بده من. حالا هر کی دونه برداره. اینجوری حقتون اجحاف میشه. من دوست ندارم. یه دونه بعد. یه دونه هست. باز کنید؟ نه، باز نکنید. خب، حالا همه بعدش این کاغذ دیگه. الان موقعشه که بگم تو این کاغذا چیه. ببینید، تو این کاغذا از اونجایی که شما نزدیکترین و بهترین دوستای من هستین و میدونم که برای پسرم تولدش میخواین کادو بگیرین، برای اینکه اصلا شما سختی نکشین من تصمیم گرفتم که بخشی از هزینه های بچم رو به عنوان کادو و هدیه شما قبول کنم. یعنی تو تصمیم گرفتی که ما یه قسمتی از هزینه های بچت رو تقبل کنیم؟ تازه با بزرگواری هم داره قبول میکنه. دقت کنی الان هزینه‌ها چیا هست؟ آها، سوال خیلی خوبی پرسید. قوره کشی برای همینه. این کاغذا رو باز کنید ببینید که چیه. فقط به اون ربط داره. آره، به نوبت بگه من بنویسم. من یک سال پوشک. دست درد نکنه. بازم خوبه دیگه الان. رضا فروزان یک سال پوشک. خب؟ یک سال پوشک. نه برای من یک سال پوشک میشه. نه منم یک سال پوشک. دست درد نکنه. آرش یک سال پوشک. یک سال پوشک سعید زحمت میکشی.
یک سال پوشک، یک سال پوشک، یک سال پوشک، یک سال پوشک. اینا همش یک سال پوشک. نه این فرق داریم. یه تایه رو باز کن. فرق داریم. 12 ماه پوشک. سامان، تا چند سالگی پسرت میخواد پوشک مصرف کنه؟ نمیدونم. حالا این همه خرج هست، چرا پوشک؟ اینو من تحقیق کردم دیگه. ببین پوشک یکی از سرسام‌آورترین خرجه بچه است. خب بعد اگه بچه بیرون روی بگیری دیگه بدتر، خانواده قشنگ میرن زیر خط فقر. بعد ماهیت پوشک اینجوریه، علاوه بر خرج زیاد فشار روانی بسیار زیادی هم داره. بعد فکر کن تو اون همه پول واسه پوشک میدی، بچت هی توش سامان اگه همه این چیزایی که روی این کاغذ نوشتی عین همه، پس قرعه کشی برای چی؟ میگه اینا که همش عین همه، دیگه چه فرقی میکرد کدوممون کدومو برداریم؟ ها؟ میگه سامان من نمیفهمم. بابا میگه اینا که همش یکیه، چه فرقی میکرد کدوممون کدومو برداره؟ آها، نه فرقی نمیکنه. اگه میخواین کاغذ رو عوض کنین عوض کنین، فقط بگی من جلو اسمتون بنویسم چی میارین. اجحاف نشه و خدا نکرده. سعید جان شما چی میاری؟ سعید سامان ما چی کار کنیم تو با همون قطع رابطه کنی؟ قرعه کشی کنیم؟ سعید ببینیم برای دایی میتونیم پول جور کنیم یا نه. سامان بازم تبریک میگم بهت. مخلصم. داستان قهوه خونه چی شد؟ یارو به زنگ زد؟ والا زنگ که میگم، حالا برات مفصل توضیح میدم. خب بگو دیگه. بابا الان دایی مهمتره یا زنگ اون یارو قهوه خونه؟ کدوم مهمتره؟ دایی تموم شد و رفت. رفیق نداری 50 میلیون ازش قرض کنی؟ 50 میلیون؟ آره داری؟ حرفایی میزنی چی؟ جان مرزوقی سب کن لازه. مرزوقی رو ولکن بابا، مرزوقی نمیخوام. مرزوقی نه، حالا مرزوقی بعدا باش کار میکنیم. دانیالی نمیتونه 50 وام بده؟ 50 میلیون. الان بهش زنگ میزنم. زنگ بهش آره. بزنم باش صبرش کنم. آقا چقدر به موقع اومدی؟ جانم مرد شخصی شرطی تیراندازی کنی؟ نه آجاجون، شرطی چیه؟ ما ورزشکاری. همون ورزشکاری دارم میگم، تیراندازی کنیم ببینیم کدوم بهتر به هدف میزنه. نه ممنون، خداحافظ. برو بابا، مال این حرفا نیستی. آجا از شما بعیده. سلام علیکم. چی بعیده؟ علیکم سلام. شما الان باید بری توی باشگاه تمرین بکنی، اینجا وایسادی هر کی میره و میاد بهش میگی شرطی بزنیم شرطی بزنیم. آقا مگه اینجا جای شرط بندیه؟ اتفاقا یه جای شرط بندی باشه، همین باشگاه تیراندازی شرط ببندیم حلاله. مشکل چیه؟ آقا مگه من گفتم حرومه؟ دارم میگم الان وقتش نیست. خیلی خوب، حالا کسی هم که قبول نکرده ولش کن. میخواستیم 2000 کاسب شیم، شما نذاشتی. شما میتونی لطف بکنی شأن و جایگاه این باشگاه رو رعایت کنی؟ اینه دیگه، اینی که بهت میگم منو بفرست مسابقه کشوری جایزه بگیرم، نفرستدی حالا اینجوری. مسابقات کشوری؟ آقا شما تازه اومدی اینجا ثبت نام کردی، کلی آدم قویتر و بهتر از تو اینجا تمرین کردن، من اونا رو نفرستدم مسابقات، شما رو بفرستم مسابقات کشوری؟ خیلی خوب، تو فقط راه برو نونبوری کن. ای خدا، من میتونم یه سوال خصوصی از شما بپرسم؟ صاحب اختیاری بفرمایید. شما مشکل مالی داری؟ بابی کردم قربون آدم چیستم، من مشکل مالی ندارم. خب ولی از خدا پنهونی از شما چه پنهونی؟ یه بنده خدایی خرج عملشو به من رو زده، من نتونستم جور کنم یه پولی هم منو در اینجا بگیرم، نیومده. الان مستحصلم، چی کار کنم؟ یعنی کار خیلی؟ کار خیره که میگم بسا شرط بندی کنم دو زد گیرم بیاد دیگه. لا اله الا الله. آقا اگه رفتی شرط بندی کردی باختی، چجوری میخوای کار خیر انجام بدی؟ بله بله اینم هست. شما بفرم از چه گلی سرم به مالم. آقا امروز قرار جواد آقا فروغی بیاد اینجا، من میرم باش حرف میزنم، شما خودتان برو باش یک گپی بزن. دست به کار خیر داره، 4 تا رفیق مثل خودش هم داره.
میریم باش گپ و گفتی میزنیم، یه جشن گل ریزونی، یه کاری میکنیم که کار اون بنده خدای شما رو هم راه بندازن. خوبه؟ آقا ایول، دمت گرم، دمت گرم. حله؟ ببین، همین تو مشاهد ولی این برانور قلیم خوری به درد یک کار دیگه هم میخوری، پس رو نمیکنیم. از دست شما رو بزن، 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 قربون شکل باید، اصلا بهترین راه نمایی بود. آقا دست شما درد نکنید، لطف بیارید. آقا ممنون. بفرمایید. ممنونم. البته شما گفتین آب هویج، ولی نه 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 نه، اگه دوست داری هم آب طالبی بزن. دست شما درد نکنه. سعید جان، میگم شیطونه میگه دعا کنم پروژه متوقف بشه ها. چرا؟ خوبه دیگه، میمونی خونه با هم میریم بیرون، تره بار خرید میکنیم، آب میوه میخوریم. حرف شیطون گوش نده. چون دعا کنیم پروژه دوباره بیفته زو قلتنگ. من قول میدم هر روز باید میام میوه تره بار میام آب هویج شکل نه آب طالبی میخوریم. از این انتشاراتی زنگ نزدن نه؟ نه. خودتم نمیخوای زنگ بزنی؟ دیر میشه. سعید یعنی واسه پول زنگ بزنم؟ خب آره. نمیتونم. آخه سعید من هرچی تا الان ترجمه کردم بابت ارتقای جامعه فرهنگی کشورم بوده، اصلا بابت دستمزد من این کارو نمیکردم. تازه به هم میگفتن شماره کارتتو بده، من بحثو عوض میکردم. فرزانه جان از که شما یادت رفتا، ما الان در مضیقه ایم، لنگ پولیم. بعدش ما پول واسه خودمون که نمیخوایم، ما واسه دایی و عمل نوه آمنوچه رو اینا میخوایم. چون ما دایی قول دادی دیگه. نمیتونم، فکر نمی کنم بتونم. باشه زنگ نزن، زنگ جواب دایی هم خودت بده. سعید از انتشاراتی هست؟ جواب بده. ببین خدا یه کاری که زنگ بزنه جواب بده. الان چی بگم؟ نمیدونم. ببین الان قطع میکنه جواب. بذار رو بلنگو، بذار رو بلنگو، من بهت میگم چی بگم. بله بفرمایید. اشارات مزاحمتون میشم، میخواستم راجع به ترجمهتون صحبت کنم. حالا عجله ای نبود. میخوان یه وقتی که تماس بگیرم؟ نه اگه شما عجله دارین که من در خدمتتون هستم، بفرمایید. در مورد ترجمه است، واقعا زحمت. لطف دارین شما، من واقعیتش فقط ترجمه هامو بابت ارتقای جامعه فرهنگی من انجام میدم و همین که به هدفم برسم انگار دستمزدمو گرفتم. نه نگرفتم. آخه میدونی یه مشکلی الان پیش اومده، ما برای این حل این مشکل احتیاج داریم به این پول. بعد یه بنده خدایی الان بچه‌ش، البته نوشه، که مشکل مریضی رو داره و میدونید که الان برای داروهای سرطانم خیلی. اجازه میفرمایید؟ نه فقط خواستم بدونید که دستموز اصلا مطرح نیست. زحمت کشیدید ولی ما نمیتونیم مبلغی بابتش پرداخت کنیم. منظورتون چیه؟ راستش ترجمه شما از مد خیلی فاصله گرفته. چطور مگه؟ شما به حفظ لحن نویسنده اعتقاد ندارید؟ آها شما منظورتون اینه که ترجمه باید بوی متن اصلی رو بده، در غیر این صورت درست نیست. این متن اصلا اصالتش رو از دست داده. خیلی وقت جنابی نظریه منسوخ شده. به هر حال عرض کردم که ما اینجوری نمیتونیم از متن استفاده کنیم. آقا ببخشید. سلام علیکم. ببینید شما محاسبه این قراردادتون چه شکلیه؟ یعنی الان شما سطری حساب میکنی، کلمه حساب میکنی، پاراگرافی حساب میکنی؟ ببخشید شما. ببین آقای محترم، خانم بنده زحمت کشیده، این همه متن 100 صفحه متن ترجمه کرده، یعنی یه دونه کلمه از میباشد خواهد بود آورده بودند هم درست ترجمه نکرده. آخه این مسئله این نیست. ببینید شما میخواین دبه کنی یا برو بابا. قطع کرد. جواب دایی رو چی بدیم؟ وای سعید، سعید، سعید خیلی بد شد. اون دفعه قرار بود تو پول جور کنی یا زدی زیرش، این دفعه هم که پول ترجمه من جور نشد. فرزانه من زدم زیرش؟ خب من نتونست. فرزانه زندگی مشترک، یعنی شما باید عیبای همسر تو بپوشونی دیگه. سعید جان اینجا اصلا امکانش نیست الان. خب امکانش نیست. فرزان جان اصلا نگران نباش، تمرکز میکنیم، فکر میکنیم چه جوری به دایی بگیم، چی بگیم. تمرکز میکنیم، تمرکز میکنیم. میگم فرزانه. سعید جان، سعید جان داری میگی تمرکز کنیم دیگه، چون حرف بزنیم. بله بله بله.
سعید من میگم تمرکز سعید جان، من اصلا مغزم الان قفل قفله، اصلا نمیتونم فکر کنم به چیزی. به دایی چی بگیم؟ اصلا استرس نداشته باش، ما خودمون یه کاریش میکنیم دیگه. دلشور سعید، دلشور. من عاشق اینم، تو این لحظه هم دست از این استرس. تو اصلا تو این موقعیت هم دست از این استرس. خیلی خوش اومدین، بفرمایید. زحمت افتاد. شما رفتین چایشون، من نشسته بودم. ببخشید. این چه حرفیه؟ بفرمایید. آقا صاحب، بچه سر کار نرفتی امروز؟ نه نه، نگران نشین، چیز خاصی نیست. کاری نیست. در حقیقت پروژه‌مون هم خوابیده. دیگه دکتر جاهدم رفتن سفر، من منتظرم برگرده. آه، بله. دایی نیستن دایی؟ چرا داری نماز بخون؟ الان؟ آره. یکی پیش تلفن زد، قطع که کرد دیگه شروع کرد نماز. کی بود نفهمیدین؟ دایی هر وقت عصبانی میشه میره نماز میخونه. یعنی وقتی نماز میخونه آرامشی پیدا میکنه، اصلا آروم میشه دایی. آره بله. چی شد؟ من نمیدونم حکمت این انگوش کوچیکه پا چیه، هی میخوره به من، هی میخوره به من. فکر کنم ناخونش شکست. سلام دایی. سلام دایی. بفهمه شما، بفهم. قبول باشه دایی. قبول باشه دایی جان. قبول حق باشه. نگفته بودین که هر وقت عصبانی هستین نماز میخونین تا آروم بشین؟ مثلا خبر نداشتم. گفتن نداره، یه چیزایی گفتن نداره، ولی نماز نماز شکر بود. شکر برای چی عروس خانم؟ قربون مصلحت خدا بشن، نذاشت آبرون بره. همین الان آقا جواد فروغی زنگ زد، گویی یه مقدار پول جمع کرده برای عمل همین نوی آقا منوچهر. از اون برم آرش و سامان پول جمع کردن، ریختن به حساب. همینجوری 30-40 میلیون تومان اضافه اومد. نه بابا، خدا رو شکر، خدا رو شکر. آرش و سامان به شما پول دادن؟ چی میگه؟ سامان و آرش هم به شما پول دادن دایی جان؟ بله بله، رضا زنگ زد گفت که سامان یه مقدار پول جمع کرده بود که تولد لاکچری بگیره برای بچه‌ش. تجملاتی. تولد لاکچری بگیره برای بچه‌ش. تجملاتی دایی جان. تولد تجملاتی بگیره برای بچهش، بیخیال شده. آرش هم یه سری پول جمع کرده که مخاطب جشنواره خارجی شرکت کنه، نرفته. ریختن به حساب رضا، رضا هم مستقیما ریخته به حساب من. خب اون وقت با باقیش میخواین چیکار کنید؟ چون به نیت بچهای سرطانی ریختن به حساب من، بله. من باقیشو برمیدارم میبرم اونجا، میدم به بیمارستان خرج بچهای نیازمند اونجا کنه. یه عیادتی هم از نوه این بنده خدا میکنیم. منم میام دیگه. یعنی ما همه با هم میاییم. بله میاییم. جاییات و یخ که بفرمه خواهش میکنم. بس شما در بیرمونه. سلامتون. سلام هستید. سلام. چه معلومه کجایی تو؟ من رفتم واسه بچه ها خرید کردم دیگه، دست خالی که نمیشه رفت دیگه. یعنی تو رفتی واسه بچهای سرطانی پفک و چیپس سرکه‌ای خریدی؟ خب طعم دیگه نداشت دیگه، چیکار کنم؟ جزا من طعمشو چیکار کنم؟ میگم رفتی واسه بچهای مریض چیپس و پفک خریدی؟ آسیلم گرفتم. جزا جان، تو بابای دو تا بچه‌ای. بله. اگه زبونم لال، زبونم لال، دور از جونشون یه بیماری واسه شون عارض بشه، تو میری پاستیل می‌خری واسه شون؟ اصلا اونو پاستیل دوست ندارم. من دو سه بار پاستیل گرفتم، نه میلاد نه مائده، اصلا هیچ کدومش خوشش نمیاد از مزه پاستیل. یعنی پاستیل میوه‌ای، کمپوتی، یه چیز مقوی باید بگیری، نه این چیپس. آها حالا اونم میگه. من این سوال از شما دارم، فکر کن شما الان کودکی سرما خوردی، یه نفر میاد عیادت شما، کمپوت گلابی برات بیاره بهتره یا پاستیل؟ با کدوم عشق می‌کنی؟ معلومه پاستیلی که به کودک درونتو بشناسی. حالا چرا اینجوری نگاه می‌کنی؟ بریم دیگه. شما بفهمم من میام. نه، باید با هم بری. آقا بفهمم منتظر کسی. سلام. دیر که نکردم. سلام آقا رضا. سلام جناب مرزوقی کوچک، احوال شما پدر جان خوبه؟ همه خوبن. شما خوبید آقا رضا؟ برای تازه فهمیدی چی به چیه؟ جناب دکتر نفرموده بودید که آقا رضا هم تشریف دارن. اصلا ما چرا اینجا قرار گذاشتیم؟ حالا بریم بالا، من خدمتتون عرض میکنم. به به، من واقعا لذت میبرم. آقازاده چون شما نیکوکار، خیر، ولی جوری وانمود میکنه که هیچ کس از کارهای خیرش خبردار نشه. چقدر لذت بخش، چقدر شما با شرافتی، چقدر شما انسانید. من واقعا لذت میبرم. البته من دهنم خیلی قرصا. قرص؟ بله. من متوجه نمیشم. من اصلا دبیرستان بهم میگفتن رضا قرص. الان خدمتتون عرض میکنم. آقا
سعید، آقای دکتر، من چند بار به شما گفتم برای کودکای سرطانی میخوای کمک جمع کنی به جناب مرجوقی بزرگ و مرجوقی کوچک رجوع کن. چند بار گفتم خدایی؟ بله، سعی میفرمایید. وظیفه تک تک ماست که کمک کنیم. البته وظیفه امثال ما بیشتره. خیالتون راحت. شما صد تومن از این سوپری جنب بیمارستان. اگر امکانش هست اینو محل بودجهش رو پر کنه، چون از ردیف بودجه کمپانی هزینه شده. چند تا چیپس و پفک دیویستون شده. بله. البته پولی هم نیست. بله واقعا. این خدمت شما و خیالتون راحت. هزینه کنید من پشت فرم. بله جناب مهندس، من الان آقای دکتر یک نکته رو من گفتن درست گفتم باید بگم دیگه. میگن که شاید این برای بچه‌ها خوب نباشه. باید کمپوت براشون میگرفتی. من باید حقیقتا کمپوتم باید بگیریم دیگه. نباید. البته من دیگه پول نقد همراهم نیست. دیگه تموم شد همون مقداری بود. کارت کنید دیگه. کارتمو تو ماشین چیز یعنی اینکه دستگاه خودپرداز خورد. خب من اگه شما کارت بدم میشه شبا کنی؟ بریم آقای کاظمی. بله ما بریم بالا عیادت انجام بدیم، بعدش میام در مورد هزینه با هم صحبت کنیم. بریم دکتر. اینم بفرمایید. من اگه اینجوری پول نگیرم که کمک جمع نمیشه دیگه. من دارم جمع میکنم، اجازه بده من دیگه. همه رفتن، ما هم بریم که من یه جلسه فرهنگی دارم. لباسون کجا میری؟ صبر کن لباسون کارت دارم. دیدیشون؟ بله چه خانواده با نشاطی دارید جناب دکتر. چه دایی با صفایی دارید، نگفته بودید. بچه های سرطانی رو میگم، دیدیشون؟ بله واقعا قلب آدم به درد میاد جناب دکتر. اینا دردشون یه طرف، این هزینه‌های داروی سرطانی می‌بینید چقدر بالاست. چرا مسئولین رسیدگی نمی‌کنن جناب دکتر؟ میگه شما و امثال شما بذارین فکرایی دارن. جناب دکتر من فکر می‌کنم که اون ساختمون خبرگزاری زیاد برای شما مناسب نباشه، راحت نیستید توش. من یه ساختمونی هم که شیک و مجلل کاملا مجهز شده آماده کردم براتون، برید اونجا راحت به کارهای علمیتون برسید. خجالت بکش، خودتو گم کردی، پیدا کن آقای مرزوقی کوچک. جناب دکتر
به هر حال شما حق استادی به گردن من دارید. شاگرد فیزیکتون بودم ولی من حرف بدی نزدم. گفتم اون ساختمون خبرگزاری شاید در شأن مقام علمی شما نباشه. ولی شما مثل این که نمیدونید دارید با کی حرف میزنید. اتفاقا خیلی خوب میدونم دارم با کی حرف میزنم. من دارم با کسی حرف میزنم که پشت ماجرای واردات داروی ضد سرطانه. فکری نمیفهمم؟ آی دکتر، پشت سر امثال من که میخواییم به مردم خدمت کنیم حرف زیاده. حتما به گوش شما رسیده که من اومدم ارز دولتیه و ارزون گرفتم که دارو وارد کنم، اما قیمت دارو رو تمام شده حساب کردم به قیمت ارز آزاد. درسته؟ من به این کسافتکاریاتون کاری ندارم. اون چیزی که حرف اصلی منه آقا شایعه است. های دکتر از شما بعیده. شما که تحصیل کردین چرا باور میکنید؟ حتما این شایعه رو شنیدید که من فقط 10% داروها رو دادم به داروخونه، 90%شو دادم به بازار آزاد. نه بابا، شما چقدر قالتاق و شارلاتانید. اینو دیگه نشنیده بودم. نشنیده بودید؟ البته من میگم شایعه است. آی دکتر چی شده؟ برید سر اصل مطلب. موضوع چیه؟ اصل مطلب ها؟ اصل مطلب اینه که من میدونم اون ماجرای تخریب پروژه آشکارساز و یون درمانی کار توئه. از یه طرف واردات این داروی سرطان رو دست گرفتی، از یه طرف واسه اینکه بازار داروت خراب نشه چوب میکنی لاچرخ پروژه‌ای که واسه درمان همین سرطانی هاست. آقا بر چه اساسی دارید این حرفا میزنید؟ من بر این اساس میگم که اون روز توی رستوران من باهات قرار گذاشته بودم آقای فهیم. اومدم دیدم با اون قاچاقچی نشستی، اصلا تو نیومدم. آخه اون وقت به من میگی شارلاتان؟ من میتونستم جور دیگه رفتار کنم اما هیچی نگفتم، سکوت کردم. نه به رسانه‌ها چیزی گفتم، نه به حراست سازمان، نه حتی به رضا. امروز هم گفتم بیای اینجا خودت با این چشای ورقلنبیدت ببینی این بچه‌ها رو، ببینی قیمت این داروهایی که میفروشی قیمت زجر و درد این بچه‌هاست. ببین من کاری به واردات و فروش داروت ندارم. تو میدونی یه روز این آشکارساز و پروژه یون درمان دیر برسه، این یعنی یه روز این بچه‌ها بیشتر درد میکشن، معلوم نیست چند تاشون فوت میکنن. میفهمی اینا رو؟ ببین آخرین باری که باهات اینجوری حرف میزنم، دفعه بعد کل اسناد و مدارک رو میدم به رسانه ها. رسانه هم که میدونی که عاشق اینن که از یه آقازاده مفسد آتو پیدا کنن. قوه قضاییه هم که آروم نمیشینه، دست به کار میشه اون چیزی که نباید اتفاق میفته. فهمیدی؟ بله فهمیدم. یعنی تو دیگه با پروژه آشکارساز کاری نداری؟ بله خیالت دیگه بله. پول نمیدی به این ور اونور که خبر بزنن علیهش؟ باشه گفتم بله، خیالت راحت دیگه. ولی من هنوز سر حرفم هستم. اون ساختمون سر جاش